اخیراً بین ایران و آمریکا تنش‌هایی در جریان بوده است. نقشه‌ها و حرکت‌های نظامی از سمت هر دو طرف صورت گرفته و بسیاری این را سرآغازی بر جنگ جهانی سوم در نظر می‌گیرند. اما وقتی به ساختار نظامی این کشورها نگاه می‌کنیم، چه تفاوت‌هایی میانشان می‌بینیم؟ در این ویدیو از کانال یوتیوب زنیکس تیوی این تفاوت‌ها را همراه با شما مخاطبان عزیز بررسی خواهیم کرد. قبل از شروع به این نکته اشاره می‌کنیم که اگر به تازگی با کانال یوتیوب زنیکس تیوی آشنا شده اید، حتماً کانال ما را سابسکرایب و زنگوله را فعال کنید. نخستین تفاوتی که بررسی می‌کنیم، تاریخچه نیروی نظامی این دو کشور است. در تاریخ اینطور آمده است که ایران، کشوری که با نام پرشیا شناخته می‌شده، یکی از اولین ارتش‌های دنیا را پایه‌گذاری کرده است و برخی منابع دیگر می‌گویند که ایران در واقع اولین ارتش دنیا را بنیان‌گذاری کرده است. پرشیا یکی از متحدترین قدرت‌های نظامی دنیا شامل نیروهای زمینی، دریایی و هوایی را داشته است. ارتش اصلی در هزاره سوم قبل از میلاد شکل گرفته و در 1929 نخستین ارتش یک پارچه مدرن با عنوان ارتش امپراتوری ایران شکل گرفت. تاریخچه نیروی نظامی آمریکا به 14 ژوئن 1775 باز می‌گردد، یعنی زمان شکلگیری ارتش قاره‌ای. این واقعه قبل از شکلگیری استقلال رخ داد. نیروی دریایی قاره‌ای در 13 اکتبر 1775 و نیروی تفنگداران دریایی قاره‌ای در 10 نوامبر 1775 شکل گرفت. همه این موارد در بازه زمانی نزدیک به همی توسط کنگره قاره‌ای شکل گرفت تا در جنگ انقلابی آمریکایی از ملت جدید در مقابل امپراتوری بریتانیایی حفاظت کند. در مورد بعدی نگاه سریعی به رتبه بندی می اندازیم. نیروی مسلح ایران رتبه 14 را از نظر قدرت نظامی در جهان دارد و آمریکا رتبه اول جهان را دارد. نیروهای مسلح دو کشور دسته‌بندی‌های متفاوتی دارند. نیروهای مسلح ایران نظامیان هستند و متشکل از ارتش و سپاه پاسداران است که به اختصار IRGC نامیده می‌شود و قدرت زیادی دارد و مسئولیت حفظ نظم را بر عهده داشته و دفتر اصلی آنها در تهران است. دفتر اصلی نیروی مسلح آمریکا در آرلینگتون ویرجینیا است و متشکل از ارتش، نیروی هوایی، نیروی دریایی، تفنگداران دریایی، گارد ساحلی و نیروی فضایی ایالات متحده است. بنابراین در نیروی مسلح ایالات متحده گروه‌های متعددی وجود دارد و ساختارشان هم کاملاً متفاوت است. حال نگاهی به سلاح‌های هسته‌ای این دو نیروی نظامی می‌اندازیم. گرچه افراد برخلاف این فکر می‌کنند، اما ایران اعتقادی به داشتن سلاح هسته‌ای ندارد. گزارش رسمی چنین می‌گوید که در ایران سلاح هسته‌ای ممنوع است، چرا که طبق گفته رهبر ایران این نوع سلاح در اسلام حرام است. در سال 2003 آمریکا ایران را متهم کرد که به دنبال فعالیت در زمینه ساخت و توسعه سلاح هسته‌ای است و از آن زمان ایران بیان کرده که سلاح هسته‌ای نساخته و برنامه‌ای هم برای ساختن آن ندارد. ایالات متحده اولین سلاح هسته‌ای شناخته شده را در جنگ جهانی دوم با همراهی بریتانیا و کانادا به عنوان جزئی از پروژه منهتن تولید کرد. آمریکا تنها کشوری است که تاکنون از سلاح‌های هسته‌ای در جنگ استفاده کرده و ناگازاکی و هیروشیما را در ژاپن به وسیله آن مورد بمباران قرار داد. از نظر نیروی انسانی مجموع نیروهای مسلح ایران 873 هزار نفر است و 350 هزار نفر نیروی ذخیره دارد. ایالات متحده 2,141,900 نفر نیروی مسلح و 860,000 نفر نیروی ذخیره دارد. از لحاظ نیروی هوایی قدرت ایران به مقدار 509 می رسد.
ایران دارای 142 جت جنگنده، 165 هواپیمای جنگی، 89 هواپیمای باربری و 104 هواپیمای آموزشی می باشد. مجموع قدرت بالگردها به 126 می رسد و نیز 12 بالگرد جنگی دارند. اکنون ایالات متحده را بررسی می‌کنیم. آمریکا بزرگترین قدرت نظامی جهان است و 2362 هواپیمای جنگنده، 2831 هواپیمای جنگی، 1153 هواپیمای باربری و 2853 هواپیمای آموزشی دارد. مجموع قدرت نظامی بالگردها به 5760 میرسد و 971 بالگرد جنگی دارند. در رابطه با نیروی زمینی، ایران 1634 تانک جنگی، 2345 جنگنده زرهی، 570 توپخانه خودگردان و 2128 توپخانه یدک‌کش و 1900 پروژکتور موشکی دارد. ایالات متحده 6287 تانک جنگی، 39223 جنگنده زرهی، 992 توپخانه خودگردان و 864 توپخانه یدک‌کش و 1065 پروژکتور موشکی دارد. از نظر تفاوت‌های نیروی دریایی، مجموع دارایی نیروی دریایی ایران 1398 است، اما هیچ ناو هواپیمابری ندارند و دارای 6 ناوچه و 3 رزم ناو مجهز به توپ می‌باشند. گرچه خیلی مخرب نیست، اما ایران همچنین دارای 34 زیردریایی، 88 کشتی گشت و 3 کشتی مجهز به مین جنگی هستند. مجموع دارایی های نیروی دریایی ایالات متحده 415 است. 24 ناو هواپیمابر، 22 ناوچه، 8 تخریبگر، 5 رزم ناو مجهز به توپ، 68 زیردریایی، 13 کشتی گشت و 11 کشتی مجهز به مین جنگی دارند. اکنون از نظر متحدان این دو کشور را بررسی می کنیم. در منطقه خاورمیانه متحدان ایران شامل عراق، لبنان و سوریه هستند. خارج از منطقه ایران روابط استراتژیک با کشورهایی مثل روسیه و ونزوئلا دارد، اما این روابط بیشتر ریشه های استراتژی دارد تا ریشه های مذهبی و ایدئولوژیک. برخلاف چالش‌ها و وجهه بعد، ایالات متحده کشوری نیست که بخواهید با آن وارد جنگ شوید. نه تنها به خاطر این واقعیت که نیروی مسلح عظیمی دارد، بلکه چون حمایت متحدانی مثل بریتانیا، کانادا، اسرائیل، آلمان، ژاپن و فرانسه را دارد. آنچه که بررسی کردیم، مقایسه مورد به مورد میان ایالات متحده و ایران از نظر نیروهای مسلح بود. همانطور که می‌بینید، این دو تفاوت‌های زیادی در ابعاد، تاریخچه و ساختار دارند. با این حال، هر دو ملل قدرتمندی هستند که هرگز نباید دست کم گرفته شوند.